زیباترین جملات صادق چوبک، پدر داستان نویسی نوین ایران و خلاصه ای از زندگی نامه وی تقدیم شما خوبان. یک خورشید جهانتاب لازم است که آنقدر از بالا تو سر این مردم بتابد تا خرافات را طولانه مغزشان بسوزاند. آخر تو خودت نمیدانی چقدر ظالم هستی، چقدر زیر دستان خود را چزانده ای، چقدر زور گفته ای و نخوت فروخته ای. نمیدانی من از تو، از قیافه تو، از رفتار تو، نگاه تو و از آن چشمان بیرحم تو چقدر بیزارم. من میتوانم ساعتها تو چشمان پلنگ نگاه کنم و حس همدردی و انسانی در آن پیدا کنم، اما آن چشمان دریده تو که ذره نگاه انسانی ندارد جانم را می سوزاند. هیچ فرعونی را در دنیا سراغ ندارم که کشور بدبخت خودش را آنچنان که تو اینجا را می چرخانی اداره کرده باشد. من اینجا کسی را ندیدم بخندد. اینجا هیچ کس خنده بلد نیست. من خیلی خنده را دوست دارم. گاهی تو تنهایی خودم پیش خودم می خندم. اما خنده یک آدم تنها چه فایده دارد؟ دلم می خواهد خنده یکی دیگر را هم مثل خنده خودم ببینم. زندگی برای من قشنگه. خیلی چیزهای دیگه توش هست که من دلم می خواهد ببینم. می خواهم بمونم ببینم ظلم تا چه حد پیش می رود. می خواهم بمونم و ببینم آدم تا چه اندازه قوه ستم کشیدن دارد. می خواهم بمونم و تمام رنگهای رنگین کمان دروغ را ببینم. می خواهم بمونم و بنویسم. می خواهم مردم را بشناسم. تو خیال می کنی شناختن آدمای خوب و بد خودش کم کیف دارد؟ گمان می کنی دیدن طبیعت و لذت بردن از طبیعت تمام شدنی است؟ وقتی که این کتاب را دیدم، آن را برای فرزندانم روزبه و بابک به طور شفاهی ترجمه کردم. بخش اول را ترجمه کردم. کتاب برایشان بسیار جالب بود و اصرار می کردند که ادامه آن را نیز ترجمه کنم. هر روز وقتی که خسته و کوفته از سر کار برمی گشتم، اصرار می کردند که ادامه کتاب را برای ما بخوان. این موضوع هر روز ادامه داشت تا اینکه یک هفته گذشت و من کتاب را به طور کامل برای بچه ها خواندم و با خودم گفتم تمام شد و آتش آنها برای خواندن ادامه داستان فروکش کرد. غافل از اینکه این تازه اول ماجرا بود، زیرا بچه ها اصرار می کردند که دوباره و از اول آن را برایشان بخوانم. نکته جالب آن بود که وقتی از سر کار به خانه می آمدم، شاهد بودم بچه ها همه جا را با تصاویر شخصیت های پینوکیو پر کردند. روی در و دیوار، کمد، پشت جلد کتاب هایشان و خلاصه همه جا پر از تصاویر شده بود. از صبح تا شب توی خانه ما صحبت از پینوکیو و داستان پینوکیو بود و به نوعی بیماری پینوکیو به همه سرایت کرده بود. البته نه تنها فقط به خانواده خودم، چون بچه ها داستان را برای دوستانشان تعریف کرده بودند و آنها هم مشتاق شده بودند که از این شخصیت و داستان با خبر شوند. این شد که علی‌رغم تمام مشغله‌ای که داشتم، تصمیم گرفتم که کتاب پینوکیو را ترجمه کنم، زیرا بچه ها سرگرمی‌ای که در خور سن و سالشان بود نداشتند و بنابراین این ترجمه را تقدیم می کنم به پسرانم روزبه و بابک. و نه تنها پسرانم، بلکه تمام روزبه ها و بابک ها. آسیاب خون گشت و گندم آرد شد. آنان که نمی دانستند چگونه نان بر سفره آمده، نشستند و خوردند و گلوگیر شدند و مردند. طوفانی برخاست و گردبادی وزید و مردگان را به چاه آسیاب انداخت و باز آسیاب خون گشت و گندم آرد شد و دیگر کسی نبود نان بخورد. می دانم که خودت هم از عشق بویی نبرده ای، اما متاسفانه عشق را نمی شود به کسی درس داد.
و گفت چیست؟ باید تو دل خود آدم باشد. گمانم عشق آن است که بتوانی یک نفر دیگر را از خودت بیشتر دوست داشته باشی. آیا تا حالا شده که دیگری را از خودت بیشتر دوست داشته باشی؟ چقدر آدم زیر این خاک ها خابیده. بابای 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 بابام، ننه 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 ننم، همشون زیر این خاکند. یک زندگی اینجوری چرا باید مثل گرگ و کفتار به پر و پاچه هم بپریم؟ زندگی من از اولش دروغ بوده. هرچه گذشته دروغ بوده. گذشته مسخره است. اونی که همیشه ازش میترسم آیندمه که نمیدونم چه جوری از آب در میاد. درخت خرما از آنگاه که شکوفه میدهد تا زمانی که خرما میشود بارش خوردنی است. من دیگر هیچ غمی ندارم. دیگر از تنهایی نمیترسم. من و تو باید به خاطر همدیگر همیشه زنده باشیم. میخواهی داد بزنی نمیتوانی. میخواهی از جایت پا بشوی در بروی نمیتوانی. کاش زبانت توی دهانت میگشت و میتوانستی با من درد و دل کنی. به هیچ چیز فکر نمیکرد. فکرش خابیده بود. صادق چوبک زاده 14 تیر 1295 در بوشهر در گذشته 13 تیر 1377 در بریتانیا نویسنده ایرانی بود. بسیاری او را همراه صادق هدایت و محمد علی جمالزاده پدران داستان نویسی نوین ایرانی می دانند. از آثار مشهور وی می توان به مجموعه داستان انتری که لوتیش مرده بود و همچنین رمان‌های سنگ صبور و تنگ سیر اشاره کرد. بیشتر داستان‌های وی درباره تیر روزی مردمی است که اسیر خرافه، نادانی و پایبند به مذهب خیش هستند. چوبک با توجه به خشونت رفتاریی که در طبقات فرودست دیده می‌شد، سراغ شخصیت‌ها و ماجراهایی رفت که هر کدام بخشی از این رفتار را بازتاب می‌دادند و به شدت به دره تاریکی می‌بردند. او یک رئالیست تمام عیار بود که با منعکس کردن چرکه ها و زخم های طبقه رها شده فرودست نه در جستجوی درمان آنها بود و نه تلاش داشت پیشوای فکری نسلی شود که تا به این همه زشتی را نداشت. به همین دلیل چهره کریه و ناخوشایندی که از انسان بیچیز و گرسنه و فاقد رویا ارائه می دهد نه تنها مبنای آرمان گرایانه ندارد، بلکه نوعی رابطه دیالکتیکی است بین جنبه‌های مختلف خشونت. او در بیشتر داستان‌های کوتاه خود و رمان سنگ صبور رکود و جمود زیستی را به تصویر کشید که اجازه خلق باورهای بزرگ و فکرهای مترقی را نمی‌دهد. از این منظر طبقه فرودست به عنوان مظلوم اما به شکل گناهکار ترسیم می‌شود که هرچه بیشتر در گل و لای فرو می رود. داستان کوتاه فارسی به شکل کنونیش با تلاش‌های افرادی مانند صادق چوبک عمق و گسترش یافت و توانست جایگاه خود را در ادبیات تثبیت کند. صادق چوبک، صادق هدایت و بزرگ علوی داستان کوتاه فارسی را به مثابه یک ژانر ادبی در ایران قوام بخشیدند و از اولین کسانی بودند که از قصه فاصله گرفته و داستان نویسی به شیوه مدرن را دنبال کردند.